گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس، دانشگاهیان و هنرمندان این کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به ترزا می، نخست وزیر این کشور، به حمایت لندن از ریاض در حمله ائتلاف نظامی عربستان به بندر الهدیده یمن اعتراض کردند. این شخصیت‌ها و افراد همچنین با تجمع در مقابل مقر نخست وزیر انگلیس، عربستان سعودی را به نقض گسترده حقوق بشر در یمن متهم کردند و توقف مسلح کردن عربستان را خواستار شدند. استفان بیل، عضو سازمان ائتلاف ضد جنگ نیز در این باره گفت مخالفت با آنچه که حکومت انگلستان در حمایت از حمله به بندر الهدیده مرتکب شده ضروری است. او افزود با وجود اینکه لندن از حمله به بندر الهدیده ابراز نگرانی کرده، اما باز هم به مسلح کردن نظامیان امارات و عربستان می‌پردازد. از سوی دیگر سام والتون، فعال حقوق بشری گفت تعدادی زیاد از مردم یمن به من اطلاع دادند که اعتقاد دارند انگلستان در جنگ یمن نقش دارد. والتون افزود هواپیماها و ادوات جنگی انگلیس برای بمباران مردم یمن به کار گرفته می‌شوند و خلبانان انگلیسی مشغول آموزش نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان هستند. او تصریح کرد که انگلستان از نظر سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از عربستان حمایت می‌کند و این خود نشان دهنده توانی لندن و ریاض و عمق رنج‌های انسانی در یمن است.